چهره‌های برجسته علمی ادیان و مذاهب مختلف هند با حضور در همایشی بر احیا و بازسازی بقیع تأکید نمودند. همکارم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که با هم می‌بینیم. فرانسی برای بزرگداشت فاجعه تخریب بقیع در اجمیر شریف درگاه آرامگاه خواجه معین الدین چشتی در هند برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان این همایش، این مکان برای برپایی این نشست هدفمند و به منظور آگاهی بخشی در مورد مظلومیت ائمه بقیع علیهم السلام انتخاب شد. برگزار کنندگان این همایش تأکید نمودند در حالی که حرم مطهر ائمه مظلوم بقیع توسط وهابی‌های تندرو و به اصطلاح مسلمان با خاک یکسان شده است، اما مقبره یک صوفی قدیس در هند همچنان پابرجا و مورد احترام همه مسلمانان این کشور است. بانیان این نشست همچنین هدف از مشارکت دادن فعالان اجتماعی سایر ادیان و مسلمانان اهل تسنن را در این همایش تلاش برای شناساندن این واقعه مهم که فراتر از منظر دینی و گسترده تر از حادثه‌ای عادی است عنوان نمودند که شایسته توجه بشر دوستانه و جهانی و فراتر از مرزهای معمول است. این مراسم که پس از نماز جمعه برگزار شد، میزبان تعدادی از سخنرانان مهم از علمای شیعه و همچنین شخصیت‌های اهل تسنن و هندو بود. آیت الله سید منتظر مهدی، سید مطلوب مهدی، علامه سید حبیب احمد حسینی، حاج سید معین حسین چیستی، شری توشار گاندی و شری سوامی سارنگ از جمله سخنرانانی بودند که در این همایش در تجلیل از جایگاه رفیع ائمه اطهار علیهم السلام سخنرانی کردند. در این رویداد شرکت کنندگان و سخنرانان خواستار تلاش جهانی برای احیا و بازسازی این مکان مقدس نه صرفاً به عنوان یک دغدغه برای شیعیان بلکه به منزله میراث اسلامی شدند که نهایت احترام را از سوی تمام بشریت به ویژه موحدان ادیان ابراهیمی به همراه دارد. برای توضیح بیشتر پیرامون این همایش، شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از شهر لکنو با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای ادیب، دلیل دعوت از اندیشمندان اهل تسنن و هندو در این همایش چه بود؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. دلیل این بود که ما چندین ساله که این برنامه را در جاهای مختلف هندوستان به عنوان احتجاج از طرف شیعیان و مسلمانان در خلاف این کاری که در بدیر انجام شد، 101 سال تقریبا انجام شده داشتیم. بله. و تقریبا سنی ها و هندو هم توی شرکت داشته، ولی برنامه شد که این سال در اجمیر که یکی از جاهای مهم منطقه هست که شیعیان و هندوها و سنی ها تقریبا همه جمع میشن، قرار شد یه برنامه اینجا انجام بشه که بتونیم بیشتر و صدای مهمتر را و توسعه‌تر به این گوش حکومت سعودی این چیز برسه، دولت سعودی برسه که این مشکل بشری هست و این فاجعه فقط برای شیعیان نیست بلکه برای بشر هست که اینجور توهین به مراقد آئمه شده شود شده باشد و هیچ کس هنوز برایش کاری نکرده و این خودش سبب شد که همه جمع بشن در این درگاه که یکی از مهمترین افراد تاریخ که آقا خواجه معین الدین چشتی باشد، همون شاعر معروف که این شعرش معروف هست در زبان فارسی که شاه از حسین و دین از حسین و دیپناه از حسین، در داد نداد دست دست عزیز حقا که بنای لا اله حسین. این همون شاعر، این قبر همون شاعر معروف و عالم بزرگوار هست که اونجا همه جمع شدن که بتوانیم بیشتر و پرصداتر این احتجاج را به گوش حکومت و دولت سعودی برسانیم. بله، نقطه مشترک صحبت‌های سخنرانان همایش اعم از شیعه و سنی و هندو برای احیای حرم مطهر ائمه بقیع چه بود؟
مشترک همه داشته. یکی این که این همه با این که کسی که شیعه باشه باشد بالاخره حرم آینه هم. سنی هم که باشه حرم آینه و آینه مورد احترام سنی هم حسن و اهل بیت و همچنین ازواج پیغمبر و افراد مهم تاریخ اسلام در اونجا مدفن داشتن. و هندو هم به این عنوان که به اهل بیت به ویژه امام حسن و امام زین العابدین و حضرت زهرا سلام الله علیها و کلن کسانی که در اونجا دفن هستن به عنوان یک میراث فرهنگی، یک میراث بشر اون را احیا نمودنش را خیلی مهم می‌دانستن. و اصل تقریبا نقطه مشترک این بود که باید به آثار خودمون باید احترام بذاریم، باید به اجداد خودمون، باید به دودمان خودمون ما باید احترام بذاریم و هیچ کس حق نداره به اینجور توهین کنه به افراد مهم مثلا یک مذهب دیگه. و هر کسی هر فکری هم که داشته باشه با تمام احترام اون فکر حق ندارد به مقدسات دیگران و شخصیات تاریخی را اینجوری مورد آزار و اذیت قرار بدهد. و همه در این باور بودن که آقا ما بیاییم هم از طریق دولتی، هم از طریق قانونی و هم از طریق قانون بین المللی بیاییم رو این حکومت فشار بیاریم که بتوانیم بقیه را دوباره بازسازی کنیم. بله حاجی آقای ادیب، آیا برنامه هایی از این دست اقدام ها و تلاش ها در هند برای تعظیم جایگاه ائمه علیهم السلام ادامه خواهد یافت؟ بله برنامه اینجوری شده که ما فقط 8 شوال بقیه تایی میکنیم که در طول سال برنامه ها همچنین کنفرانس ها همچون گرد هم آمدن ها نه فقط شیعه و سنی بلکه از مذاهب دیگر و کسانی که تاریخ دان هستند، کسانی که ائمه را میدونند یا حداقل در این زمینه دارند کار میکنند گرد هم جمع بشن. و این فقط مال یک روز در سال نباشد و بلکه در طول سال ادامه پیدا کند تا انشاءالله و انشاءالله به زودی بتوانیم فشار بیاریم بر حکومت سعودی و انشاءالله بقی دوباره بازسازی شود. ممنونم از شما شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی از هند.